بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. بحث ما در روزهای سه‌شنبه شب درباره معاملات بود و عرض شد که فروع دین که یکی از دانش‌های سگانه است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بر هر فرد مسلمانی چه زن و چه مرد باشه واجب فرموده، مثل نماز، فراگیری اونها. و فروع دین کلن میشه اون را به دو قسمت تقسیم کرد: عبادات و معاملات. یک شنبه شبها در عبادات صحبت میکنیم و سه شنبه شبها درباره معاملات. درباره معاملات روایاتی خونده شد، این کتاب شریف وسائل شیعه هست که جلد 17 و درباره کار و تجارت و معاملات بالاخره، و روایاتی را در این زمینه جمع آوری کرده به نام بخشای مقدمات معاملات، ابواب و بخشای مقدمات. در این مقدمات باب اولش درباره این که تجارت و کار و کاسبی، خرید و فروش، اینا مستحبه، و بخش دومش درباره این که رها کردن کار و کاسبی و خرید و فروش و تجارت را کراهت و مکروه، از نظر اسلام مذمت شده رها کردن کار و کاسبی، حتی اگر انسان نیازی به مال و پول و اینها نداشته باشه، پولدار باشه. و بخش سیومش درباره این که حتی اگر هم یه وقتی جنسی گران شد، بازم معامله و خرید و فروش رها نکنن، که خدا خودش رزق رسانه و روزی را میرسانه. و بخش چهارمش درباره این که طلب و رفتن دنبال کار و مستحب و گاهی واجب میشه. این بخش چهارمش بود که روایاتی در این زمینه خونده شد. روایاتی دیگری هم هست که به عرضتون میرسانیم. یکی از اون روایات این روایته که از شخصی به نام کلیب صیداوی، یکی از اصحاب آقا امام صادق علیه السلام هست، او میگوید: قلت لأبی عبدالله علیه السلام ادع الله لی فی الرزق فقد التاثت علی اموری. به حضرت عرض کردم که دعا کنید برای من، از خدا بخواهید که خدا مرا روزی کند، چرا که التاثت علی اموری، یعنی زندگیم به هم خورده و نمیتونم دنبال کار و کاسبی برم. حضرت در جواب میگن: فاجابنی مسرعا لا. حضرت زود در جواب من فرمودن، یعنی بدون تأمل، بدون اینکه صبر و تأنی بکنن، نشانه این که یعنی این مطلب مطلبی است که برو بیا نداره. حضرت فوری فرمودن: لا، نه، هرگز دعا نمی کنم برای شما. اخرج فطلب، با هر حالی که داری باز خودت را از کار و کاسبی دور نگردن. اخرج فطلب، بلکه از خانه‌ات بیرون برو و دنبال کار و کاسبی برو. این یکی از روایت هاست که معلوم میشه یکی از دعاهایی که به اجابت نمیرسه این که انسان با اینکه امام معصوم سلام الله علیه دعا کنن حتما دعاشون مستجابه، ولی
حضرت به اون طرف میگن نه، برای شما من این دعا را نمی کنم. چرا؟ چون این دعا از دعاهایی است که بنا نیست مستجاب بشه. خدا رزق و روزی را در سعی و تلاش قرار داده، نه اینکه انسان در خانش بشینه و دعا کنه که خدا روزیش کنه. این کافی نیست. این یکی از روایت ها. روایت دیگری که در این زمینه هست، این از یه شخصی به نام خالد ابن نجیح. خالد ابن نجیح ایشون میگه که روزی خدمت امام صادق علیه السلام بودم، حضرت به من این پیام را فرمودن و بر من لازم دونستن که این پیام را برسونم به دوستانشون، به محبانشون، به شیعیانشون. یعنی تا به امروز این پیام به گوش من و شما باید برسه و اینکه اهمیت این مطلب را بدانیم. خب این پیام چیه؟ ببینید، خیلی این پیام آموزنده هست و معناهای زیاد و مطالب زیادی رو داره. اولا حضرت این پیام را شروع کردن با اقرأوا من لقیتم من اصحابکم السلام. یعنی از زبان من، که آقای امام صادق علیه السلام می فرماین از زبان من سلام هر کی از اصحاب خودتون، یعنی از دوستان و شیعیان و محبان را دیدید، سلام مرا به اونها برسانید. پس پیام اولش سلام و درود و افتخار ما محبان اهل بیت اینه که محبوبانی داریم که اونها به حساب، به قول معروف، محبت باید دو سره باشه، یک سره درست نیست. محبت اون وقت خوبه که دو سره باشه. لذا اهل بیت در منتهای و اوج انسانیت هستن و محبانشون را محبت میکنن و دوستی نشون میدن. لذا حضرت میفرماین اقرأوا من لقیتم من اصحابکم السلام. سلام مرا اول به همه اونایی که میبینید و میرسید به اونها برسانید. و قولوا لهم، و سپس بعد از اینکه سلام مرا به اونها رسوندید به اونها بگویید ان فلان ابن فلان یقرئکم السلام. باز این خیلی زیباست که به اونها بگید، حضرت میفرمان به اونها بگید، یعنی به بنده و جناب عالی که میشنوید این پیام را، و هر کی دیدید، اونایی که این برنامه را ندیدن، نشنیدن، به اونها هم برسانید. معناش اینه، یعنی یک وظیفه شرعیه که انسان این سلام را برسونه و اون پیام را ایضا به گوش اونها برسانه. پس حضرت فرمودن که به اونها بگویید که فلان ابن فلان، یعنی آقای امام صادق که نام حضرت جعفر به فرزند محمد، امام صادق فرزند امام باقر، ایشون تواضع می فرمان نه فلان ابن فلان، کنایه از این که یعنی جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام. البته ما وقتی میخواییم پیام رو و سلام رو برسونیم اسم مبارک حضرت را باید بگیم، ولی حضرت به کنایه میگن بگید به اونها که ان فلان ابن فلان، یعنی جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام. جعفر ابن محمد، خودشون جعفر و پدرشون محمد باقر هستن، محمد صادق و جعفر صادق و محمد باقر. یقرئکم السلام، سلام به شما میرسونه، یعنی دو تا سلام میشه در واقع، و سفارش شما رو میکنه. به چی؟
حضرت از اینجا شروع میکنن که پیام از اینجا بعد از سلام شروع میشه، علیکم به تقوى الله، شما را باد به تقوای الهی. تقوای الهی و تقوا خیلی آیات شریفه و کریمه قرآن داریم که مثلا یکی از اونها این که قرآن میفرماید خدا بهشت را اعدت للمتقین، بهشت را خدا وصف میکنه، زیبایی ها و نعمت هایی که داره را وقتی بیان میکنه میفرماید اعدت للمتقین، این بهشت با این اوصاف این را ما مهیا کردیم برای متقین، یعنی تقواست که سبب میشه انسان اهل بهشت بشه. لذا حضرت میفرماید علیکم به تقوى الله، شما را باد برای اینکه تقوای الهی پرهیزکاری را در پیش خود بگیرید. و تقوا، حالا اینجا تقوا را بد نیست اشاره کنیم که خود اهل بیت فرمودند تقوا در سه مطلب محقق میشه. البته معانی زیادی برای تقوا گفته شده و خلاصه فرمایشات اهل بیت علیهم السلام درباره تقوا این سه مطلبه که انسان اگه بخواد خودش را بشناسه ببینه که آیا با تقوا هست یا نیست، باید ببینه این سه مطلب در او گنجانده شده، رعایت میکنه این سه مطلب را یا نه. و اون سه مطلب عبارت هست از این که اول اداء واجبات، انسان واجباتش را که خدا بر او واجب کرده فرا بگیره، بدانه، احکامش رو بلد باشه و اونها را انجام بده. مثلا همین نماز، روزه، اون چه که در عبادات اومده، فروع دین که عباداتش هست، نماز و روزه و خمس و زکات، اینها اولین مطلبی است که محقق تقوا هست. اداء واجباتونم با اخلاص، انسان نیتش برای خدا باشه. خب برای خدا بودن معلوم هست که شیطان وسوسه میکنه که به نظر انسان بیاره که تو داری ریا میکنی، پس عبادتت مثلا خالص نیست، پس انجام نده. اینا وسوسه های شیطانه و انسان باید به این وسوسه ها گوش فرا نده و عباداتش را با اخلاص انجام بده و این وسوسه ها را اعتنا نکن. پس بنابراین مطلب اولی که تقوا را محقق می سازه اداء واجباته. دومین مطلب ترک محرمات، هر چی که حرام کرده خدای متعال انسان از اون دوری کنه، مثلا بد حجابی یا نعوذ بالله بی حجابی نسبت به خانم ها، مثلا رباخاری نسبت به آقایون و خیلی گناه ها هست. این محرمات را انسان بدانه و از اونها دوری کنه، اون هم برای خدا. حتی البته روایت داریم حتی کسی که دوری میکنه از گناه، حتی برای اینکه خودش تو مشکلی نیفته، بازم خدا ثوابش میده، بازم تقوا حساب میشه. ولی وقتی رها کردن گناه برای خدا باشه، ثواب بیشتری داره. و مطلبی سومی که محقق تقوا هست اینه که انسان رعایت کنه اخلاق و آداب اسلامی را در همه رفتار و کردارش و با همه افرادی که با اونها زندگی میکنه و سر کار داره و ممکنه گاهی با اونها برخوردی داشته باشه، رعایت اخلاق و آداب اسلامی را بکنه. این سه مطلب محقق تقواست. آقا امام صادق علیه السلام در این پیامشون که به همه من و شما تا روز قیامت این پیام را ابلاغ کردن، فرمودن بر شما باد
به تقوا و پرهیزکاری، تقوای خدایی و تقوای الهی و پرهیزکاری. و معلوم شد که تقوا یعنی چی، که انشالله انجام بدیم اونها را. و ما ینالو بهی من عند الله، و سفارش کنید از زبان خود آقا امام صادق، محبان و دوستانم را تا روز قیامت سفارش کنید به این که اینا نظرشون به اون چی که نزد خدا هست باشه، در کارشون، در رفتارشون، در زبانشون و سخنشون، اینها ما ینال و بهی ما عند الله باشه، یعنی برای غرض و هوا و هوس و دنیا پرستی و اینا خدایی نکرده نباشه. اون چه که برای خدا هست قدم وردارن و برای خدا قدم وردارن در هر کی از زندگیشون. و این واقعا یک سفارش سازنده هست و کارسازه و خیلی آثار خوبی داره که اگر انسان همیشه در زندگیش دنبال اون باشه که خدا از اون راضی هست و ثواب نزد خدا داره، این دیگه هیچ وقت کار اشتباهی انجام نمیده، معلوم هم هست. پس پیام اول حضرت بعد از سلام و بعد از تحیت و درود اینه که تقوا انسان پیشه کنه، دو این که همیشه اونچه که نزد خدا هست طالب باشه، طالب دنیا و جاه و مقام و پول و اینها نباشه، و سه حضرت یک بین پرانتز یک جمله ای را می فرمان که این جمله به قول علمی و مبحثای علمی میگن دفع دخله. دفع دخل معناش اینه که نکنه یک کسی به ذهنش بیاد که مثلا امام صادق علیه السلام این سفارش که الان دارن میکنن این برای ماهاست، خودشون نه، خودشون را ملزم نمیدونن که این صفتها و این خصلتها را داشته باشن، یا اینکه فکر نکنه کسی شبهی به ذهنش نیاد که مثلا این کارا که حضرت فرمودن اینا خودشون نفع میبرن. نه، برای اینکه این شبهه و این اشکال به ذهن کسی نیاد حضرت بین پرانتز اینا میفرماین برسانید به شیعیانمون، به محبانمون، به دوستانمون. چی رو برسانید؟ اینی والله ما آمركم الا بما نأمر به انفسنا. به خدا قسم حضرت که قسم میخورن، میخوان مطلب را به صورت خیلی تأکید شده بیان کنن، و الا فرمایش امام، خود امام جعفر صادق صادقش میگن، برای اینکه هیچ کم و زیادی در سخن ندارن. لذا خود حضرت با این که صادق هستن و کم زیادی در سخنانشون نیست، هیچ وقت قسم میخورن که ما باورمون بیاد و کسی به خودش راه نده این شبهه و اشکال را، که به خدا قسم ما اون چرا که الان ترین پیام به شما میرسانیم، این پیام اول به خودمون اون را میگیم و رفتار میکنیم و سپس شما را به اون راه نمایی میکنیم. حضرت اینی والله ما آمركم الا بما نأمر به انفسنا، به خدا قسم اون چرا که راه نمایی میکنیم برای شما اول به خودمون واجب کردیم و انجام میدیم. سپس حضرت میفرماین فعلیکم بالجدی والاجتهاد، پس بنابراین بر شماست که همیشه در حال تلاش و کوشش و جد و جهد باشید، هیچ وقت تنبلی، هیچ وقت به خلاصه
تن پروری و راحتی و اینها هیچ وقت خودتون را ندین، چون اینها در واقع روایاتی ما داریم که هم دنیای انسان و هم آخرت انسان را از دست میدن و میبرن. لذا حضرت میفرماین اون چه که ما به خودمون میگیم به شما هم راهنمایی میکنیم. فعلیکم بالجد والاجتهاد، پس بر شماست که سعی و تلاش و کوشش خود را هرچی میتونید انجام بدید. سپس حضرت این را میفرماین و اذا صلیتم الصبح فانصرفتم فبکروا فی طلب الرزق واطلبوا الحلال. بعد از این سلام و درود و تقوای الهی و اینکه انسان همیشه به طرف اون چیزی که خدا برایش ثواب قرار داده بریم و انجام بدیم، حضرت میفرمایند اون چه که ما سفارش میکنیم شما را اول به خودمون سفارش کردیم و عمل میکنیم، پس بر شما با سعی و تلاش و کوشش فراوان و هنگامی که نماز صبحتون رو میخونید و تعقیب میگید و خلاص میکنید و از نماز و تعقیبات رهایی پیدا میکنید، فبکروا فی طلب الرزق، همون صبح زود به طلب رزق و روزی به طرف کار و کاسبیتون بروید و نخوابید بعد از نماز، برید دنبال رزق و رزق و روزی، طلب رزق و اطلب الحلال، و حلال و اون چی که به حساب خدا دستور داده که رزق و روزی به دست بیارید، راهای شرعی، راهای مشروع، راهایی که حرام نباشه و مشکل دار و شبه دار نباشه، اطلبو، پس رزق و روزی حلال را طلب کنید. بعد حضرت هم می فرماین فَإِنَّ اللَّهَ سَيَرْزُقُكُمْ وَيُعِينُكُمْ عَلَيْهِ، و این یک مژده است برای اون انسانهایی که فکر میکنن حالا مثلا اگر هیچ برنامه کاری نداره و صبح به خاطر کار بره دنبال کار صبح زود بعد نمازش، و حضرت میفرماین به اونها تضمین میکنن که فَإِنَّ اللَّهَ بِتَحْقِيق مُؤَكَّدًا، این که خدا اونها را خواهد روزی کرد، و يُعِينُكُمْ عَلَيْهِ، و خدا شما را کمک خواهد کرد بر طلب روزی، و این که سعی و تلاش که میکنید همون عبارت معروفی که نزد معمولا مردم هست، از تو حرکت و از من برکت، این همین معنا را آقا امام صادق علیه السلام در این پیامشون به همه ما رسوندن. خلاصه این پیام از امام صادق علیه السلام به همه دوستانشون، بلکه به همه عالم و همه دنیا و جهانیان، اینه که حضرت سلام می رسونن و دوبار هم سلام را تکرار می کنن. سپس حضرت می فرمایند تقوا را در زندگی پیشه خود کنید، و تقوا عرض شد که عبارت از سه مطلب: اداء واجبات، یک، ترک محرمات، دو، رعایت اخلاق و آداب اسلامی در همه کارها و با همه افراد، این سه. و بعد از سفارش به تقوا حضرت می فرمایند کاراتون این گونه باشه که اون چه که ثواب داره و نزد خدا مقبوله اونها را پیگیری کنید و پیجور شید. و سپس حضرت تأکید میکنند که اون چه که ما برای شما سفارش کردیم، اول خودمون را به اون سفارش میکنیم و انجام میدیم. و سپس حضرت میفرمایند پس کوشش و تلاش را رها نکنید، و هنگامی که نماز صبحتون را انجام دادید و از تعقیبات و نماز اینا را رهایی پیدا کردید، او وقت همون صبح زود برید به دنبال طلب رزق و روزی و طلب حلال، نه طرف حرام
نرید طرف حرام، طرف حلال، و تضمین میکنن که خدای متعال کمک میکنه انسان را و رزق روزیش را انشاءالله خواهد رسوند. این یک روایت که باز در این زمینه خیلی زیباست و درسها و عبرتهای فراوانی داره. یه روایت دیگری هم هست در این چند دقیقهی که از وقت ما باقیه و این هم بسیار جالبه که شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام علاء، این علاء میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، خودم از علاء میگه، خودم از آقا امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمودن ایعجز احدکم ان یکون مثل النمله فَإِنَّ النَّمْلَةَ تَجُرُّ إِلَى جُحْرِهَا. حضرت رو کردن به ما، اون افرادی که خدمت حضرت بودن، و فرمودن اَيَعْجُزُ أَحَدُكُمْ، آیا احدی از شما عاجزه از این که مانند یک مورچه باشه؟ و این خیلی تعبیره از حضرت، تعبیر زیباییه که میخوان تا اون درجه انسان را به شوق و به رغبت کار و کاسبی بیندازن که حضرت میگن شما انسانی، شما عقل داری، شما شخصیتی، آیا عاجزی از این که کار یک مورچه را انجام بدی؟ ابن رسول الله مورچه چه کار میکنه؟ حضرت میفرماین یاد بگیرید از مورچه که فإن النمله، این مورچه حیوان، تجر الى جحرها، همیشه در حال این که هر دانه ای، هر چیزی که پیدا میکنه، همینجور سعی و تلاش میکنه که اون را به لانه اش ببره و ذخیره کنه و استفاده کنه. این حیوان به این کوچکی، این حضرت میخوان بگن که فرا بگیرید از این حیوان، درس بگیرید، عبرت بگیرید، آیا چیزی از این مورچه کوچکتر هست؟ و حال اینکه مورچه میگه چقدر چیز میخوره، چقدر مثلا، یعنی خیلی انسان، این فرمایش امام صادق و توجهی که حضرت دادن به ماها خیلی قابل اینکه تأمل و تفکر و تدبر که فکر کنیم. واقعا مورچه میگه چقدر چیز میخوره، سپس این مورچه که خیلی ناچیز غذاش چطور همیشه، حتما تو خونه همون دیدیم دیگه، این مورچه ها یه جایی یه چیزی ببینن چطور هجوم میارن و اون را سعی میکنن با چه حوصله‌ای. خیلی ها میگن کوشش در زندگی را از مورچه یاد گرفتن، چون دیدن مورچه خسته نشد و یک دانه ای که بیش از حجم خودش بود تونست بالاخره ببره و برسونه بلانش. وقتی یک انسان که این همه عقل و شعور و معرفت و این همه قوت و نیرو داره، چطور مثلا خودش را کمتر از مورچه میبینه؟ لذا این یک حرکت دهنده است، یک نیروی شارژ کننده است، انسان را شارژ میکنه. و حضرت میفرمایند ای اصحاب من، ای دوستان من، ای اونهایی که پیرو هستید، شما نکنه کمتر از یک مورچه باشید. در چی؟ در طلب روزی. و این چقدر پیام رسانه و پیام آوره که انسان در هر حالی که هست خودش یاد نده به این که خدای نکرده دنبال سوال بره و از کسی چیزی بخواد. خدا که این همه درها رو باز کرده و خدا توسط مثل آقا امام صادق، پیغمبر خدا امام صادق، اینها نماینده های خدا هستند روی زمین، امامان و پیغمبر معصوم واجب الطاعت هستند، واجب
محبت و مودت هستن، اینا به ما فرمودن که برید دنبال کار، خدا تضمین کرده. الان ممکنه یک روز کم زیاد باشه، یه روز نشه، یه روز بشه، ولی بالاخره زامنه و انسان سعی و تلاش و کوششش را که انجام بده ناامید نباید باشه، چون وعده دادن که انشالله رزق و روزی بهش میرسه. البته بازم اینجا روایاتی داره و واقعا این روایات زیباست و کارگشاست و انشالله در جلسات آینده حیاتی به اذن خدا انشالله باشه و انشالله همیشه شنونده ها و بیننده ها سالم و عافیت و صحت و ایمان داشته باشن. در جلسات آینده انشالله به عرضتون خواهیم رسوند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.